رحمان کارش را که نلدوانی ساختمانی بود پس از سقوط کشور به دست طالبان و گسترش بیکاری از دست داد. او برای رسیدن به یک زندگی بهتر راهی ترکیه شد. پیش از نوروز 1402 زمانی که او از ایران به سمت ترکیه راه افتاد، هوا به شدت سرد بود. رحمان و دیگر مهاجران برای رسیدن به ترکیه باید از کوه‌ها و ارتفاعات دشوارگذر و سرد عبور می‌کردند. او در این مسیر دچار یخ‌زدگی دست و پا شد. عارضه‌ای که ممکن بود جانش را از او بگیرد. پیش از اینکه دولت سقوط کنه ما کلان کار نلدوانی کار می‌کردیم. تا اینکه دولت سقوط نکرده بود کار ما خوب بود. بعد از اینکه دولت سقوط کرد بر خود دوستا کلان معلوم است که کار ساختمانی قطع شد، ساختساز نبود. دیگه کار نلدوانی بر ما پیش نشد. خیلی کارهای دیگر ما سعی کردیم کار کنیم. بگم به درد نخورد. دو سال ما در اینجا بیکار بودیم. بعد از اون رفتیم ایران. ایران هم که دیدیم که کار بار صحیح نیست، دیگه نیست. دیگه مجبور شدیم که بریم یک بس مسیر دورتر انتخاب کنیم. گفتیم پیش بریم یک کار خوب شد. دیگه این قسمت یکی رقم شد دیگه. کلان رای کو بود. فقط از این کو دای کو میرفتیم. از این کو دای کو دشت ایج نبود. دیگه ما بعد از دو شب موفق شدیم به این که رسیدیم پیش یک خوابگاه ترک. باز اونا ما را تقریبا 10 یا 15 روز ما را نگاه کرد. در ما خوابگاه خود دیگه خیلی وضعیت دست پای ما خراب شده بود. کلان پوندیده بود، برف برده بود، وضعش خراب شده بود. ما تقریبا در مسیری که رفتیم یک شب یک روز مکمل در مسیر برف بودیم که تا وقتی که ما را پلیس های ترکیه ندیده بود. کلان ما 200 نفر بیشتر بودیم. بعد از اینکه پلیس های ترکیه ما را دید که شناسایی کرد که ما افغانی هستیم، بعد از اون کلان دیگه پلیس ها ما را دماند. هر کس طرف رای خود رفت. بعد از اینکه ما جدا جدا شدیم تقریبا ما 7 نفر از این جمع دوستا یک جای بودیم که از 7 نفر 3 تای ما می رقم وضعیت شد. دیگه 3 تای دیگه ما دیگه معلوم نشد که کجا شدن. رحمان و دیگر مهاجران خود را به سختی به استانبول رسانیدند. وقتی به این شهر رسیدند وضعیت جسمانی او و دیگر همسفرانش خوب نبود و در بیمارستان بستری شدند. پس از این اتفاق ناگوار رحمان به این نتیجه رسید که نمیتواند دور از خانواده و نزدیکانش در کشور بیگانه دستها و پاهایش را از دست بدهد. به همین دلیل تصمیم گرفت به افغانستان بازگردد. بعد از این 2 شب و 2 امید 15 روزی که ما در اینجا بودیم ما رو باز حرکت داد. 2 شب و 2 روز یا 3 روز ما تا استانبول رسیدیم. در آخر هم استانبول که رسیدیم وضع ما بیخی از این زیاد خراب شد. بعد از اون شفاخانه رفتیم و یکی از کسای افغانی های خود ما بود همراه ما همکاری کردن. قدر ما رفتیم شفاخانه دیگه یک 2 هفته دیگر ما در شفاخانه بودیم. بعد از اینکه شفاخانه ما اونجا آماده عمل شدیم دیگه اونا ما را زیاد عمل میگفت که دستای از اینجا از کف دست قطع میکنیم، پایم سر پای کلان قطع میکنیم. حالا اینجا که ما دستای ما بریده شوه دیگه چیز نمونه، از پای ما چیز نمونه. وقتی که ما هیچ رقم شدیم دیگه نی کار بتونیم نی دیگر بتونیم. روز به فامیل ما اونجا کس نبود. ما خودم تنها در شبخانه بودم، نی پایواز داشتم نی دیگه. دیگه بعد از اون گفتیم تصمیم ما میشه گفتیم بیاییم پس افغانستان. دیگه افغانستانم که اومدیم این رقم دستپایم بازم قطع شد. رحمان تا اکنون بهبود نیافته و نمیتواند کار کند. پدرش به دلیل کهولت سن نمیتواند از او حمایت مالی کند. او با کمک هایی که از اطرافیانش دریافت میکند زندگی را به سختی میگذراند. تونس سرپای نشدیم. پایم بسیار وضعش خراب است. دیگه کف پایم کلان پوستش بالا شده است. تونس پوست صحیح نورده. هنوز زیر دواستم یک قسم ملم است. از اون چرب میکنم تا که پایین پوست بگیره. دیگه دستان هنوز باز خوب است.